خیزش اعتراضی در بنگلادش که دانشجویان هسته مرکزی و نیروی محرکه اصلی آن هستند، با گذشت بیش از 20 روز از آغاز آن همچنان ادامه دارد. این تظاهرات که در اعتراض به سهمیه‌های جدید برای استخدام در مشاغل دولتی شکل گرفت، اکنون به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است. تا کنون دست کم 110 نفر در این اعتراضات کشته شدند و نیروهای سرکوبگر و امنیتی با شلیک گلوله‌های جنگی به سوی معترضان، از جمله در داکا پایتخت این کشور، عده زیادی از معترضین را مجروح کردند. پس از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، ارتش بنگلادش از روز جمعه گذشته در خیابان‌ها مستقر شده و اینترنت و ارسال پیام‌های متنی با موبایل نیز از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده است. معترضان خواهان لغو سهمیه بندی جدید برای استخدام در مشاغل دولتی هستند. بنگلادش بیش از 171 میلیون نفر، از جمله بیش از 1.9 میلیون کارمند دولتی دارد که بیش از نیمی از آنها بر اساس شایستگی استخدام نشدند، بلکه استخدام آنها بر اساس سهمیه ها بوده است. این سهمیه ها به استخدام زنان، افراد ساکن مناطق کمتر توسعه یافته و سایر گروه های محروم اولویت می دهد. اما و قسمتی از این قوانین که مورد اعتراض واقع شده مربوط است به اختصاص 30% سهمیه از مناصب به خانواده ها و فرزندان که از حامیان دولت و همچنین قربانیان جنگ آزادی بخش بنگلادش علیه پاکستان در سال 1971 هستند. این قوانین در سال 1972 توسط رهبر استقلال بنگلادش شیخ مجیب الرحمن پدر شیخ حسینیه نخست وزیر کنونی ارائه شد و سپس در سال 2018 تحت فشار اعتراضات دانشجویان در آن تجدید نظر شد. اما در ماه ژوئن دادگاه عالی بنگلادش این اصلاحات را باطل کرد و به دولت دستور داد تا سهمیه مشاغل دولتی را که برای بستگان جانبازان اختصاص داده شده بود دوباره به اجرا بگذارد. بنگلادش با این جمعیت انبوه خود با بحران بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاه مواجه است. معترضان میگویند حکومت در این شرایط با وضع سهمیه بندی برای مشاغل دولتی در تلاش است تا وفاداران به حزب حاکم را به استخدام دولت درآورد. شغل‌های دولتی اشتغال پایدار و مادام العمر هستند. دانشجویان میگویند که دولت از سیستم سهمیه بندی سوء استفاده میکند. معترضان میخواهند این سیستم به میزان قابل توجهی تعدیل شود تا فقط برای اقلیت‌های قومی، زنان و افراد دارای معلولیت اعمال شود. معترضان میگویند که باید چیزی حدود 94% از فرصت‌های شغلی باقی مانده به کسانی اختصاص یابد که بر اساس توانایی و شایستگی انتخاب می‌شوند. بنگلادش در زمان استقلال خود از پاکستان در سال 1971 یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و 3 سال بعد از آن دچار قحطی ویرانگر شد. در دهه‌های بعد اقتصاد بنگلادش به طور چشمگیری رشد کرد که عمدتاً به دلیل صنعت نساجی پر رونق این کشور بود. بنگلادش مهد بسیاری از برندهای پوشاک جهان است و صنعت پوشاک این کشور صادرات سالیانه حدود 50 میلیارد دلاری را برای این کشور به ارمغان آورده است. با این حال به دلیل جمعیت زیاد بنگلادش، دولت این کشور هنوز در تلاش است تا شغل کافی برای این جمعیت روبه رشد خود ارائه دهد. بر اساس آمار رسمی از سال 2022، بیش از 40% از افراد 15 تا 24 سال در بنگلادش کار نمی کنند یا به تحصیل یا آموزش خود ادامه نمی دهند. این میزان معادل 18 میلیون نفر است. اقتصاددانان می گویند که بحران کمبود مشاغل به ویژه برای میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاه ها در بنگلادش حاد است. اعتراضات از اول ماه میلادی جاری ژوئیه آغاز شد و دانشجویان معترض مسیرهای اصلی جاده‌ای و راه آهن را
مسدود کردند. آنان تقریبا هر روز به اعتراض خود ادامه دادند و دانش آموزان دبیرستانی نیز به این تجمعات پیوستند. دادگاه عالی در 10 ژوئیه سیستم سهمیه بندی را به مدت 1 ماه به حالت تعلیق درآورد و از معترضان خواست به کلاس‌های درس بازگردند، اما این تعلیق اعتراضات را متوقف نکرد و علاوه بر کشته شدن بیش از 100 نفر، صدها نفر دیگر نیز در درگیری‌های خشونت‌آمیزی بین معترضان و نیروهای امنیتی که شاخه دانشجویی حزب حاکم نیز این نیروها را همراهی کردند، زخمی شدند. در روزهای اخیر علی حسین، یکی از دانشجویان معترض، سرکوب معترضان را چنین توصیف کرد: ما صبح به اینجا آمدیم. بلافاصله پس از آن پلیس و اعضای لیگ چترو، شاخه دانشجویی حزب حاکم، شروع کردند به ما حمله کنند. 2 دانشجو مقابل من تیر خوردند و ما آنها را به بیمارستان منتقل کردیم. بعد ما را خارج کردند و حالا اینجا ایستاده ایم. در این شرایط که اطلاع رسانی دشوار شده، دانشجویان هوادار حکومت نیز معترضان را متهم کردند. شهریار آنون، رهبر دانشجویی حزب حاکم، گفته است: ما اطلاع داشتیم که شبکه دانشجویی حزب اپوزیسیون یا اعضای شبیر سازمان دانشجویان اسلامگرا در خوابگاه به ما حمله خواهند کرد. به همین دلیل ما تمام شب را بیدار ماندیم. وقتی دم صبح کمی خوابیدیم، چند پسر چوب به دست وارد اتاق ما شدند و به اتاقها آسیب زدند. به همان میزان که اعتراضات اخیر بزرگترین چالش برای حکومت 15 ساله نخست وزیر کنونی بنگلادش توصیف شده، سرکوب معترضان نیز گسترده توصیف شده است. رادیشا، یک دانشجوی دختر معترض، مستقیما شیخ حسین نخست وزیر بنگلادش را متهم کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت: ما خواهان عدالت برای برادران کشته شده خود هستیم. اولین خواسته ما این است که نخست وزیر باید از ما به خاطر اظهارات زشت خود عذرخواهی کند. عدالت باید برای عزیزان کشته شده ما برقرار شود. این در حالی است که شیخ حسین در پیامی تلویزیونی ادعا کرد که عاملان سرکوب‌ها و کشتار به دست عدالت سپرده می‌شوند. نخست وزیر بنگلادش گفت: هر قتلی را محکوم می کنیم. همچنین اعلام می کنم که رسیدگی قضایی به تمامی حوادث ناخواسته از جمله قتل با انصاف و عدالت صورت خواهد گرفت. کسانی که دست به قتل، غارت و خشونت زدند، هر که باشند، مطمئناً مجازات مناسبی برای آنها صادر خواهد شد. مخالفان دولت و سازمان‌های حقوق بشری دولت کنونی بنگلادش را به سرکوب مخالفان متهم می‌کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده که از زمان استقلال کشور در 1971 دولت‌های پی در پی بنگلادش با روزنامه‌نگاران بدرفتاری کردند. دولت فعلی به رهبری شیخ حسینه که از سال 2009 نخست وزیر کشور است و همچنین اعضا و هواداران حزب او، عوامی لیگ، اغلب روزنامه نگارانی را که منتقد و مستقل هستند هدف خشونت جسمی قرار می دهند و در همین حال کارزارهای آزار قضایی به راه می افتد تا برخی روزنامه نگاران را ساکت یا رسانه ها را مجبور به تعطیلی کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز افسوده که در چنین فضای سرکوب زده ای، سردبیران حاکم در فضای رسانه ای مواضع دولت را به چالش نمی کشند. همچنین به گزارش این سازمان، رسانه‌های سراسری بنگلادش هرگز به مسائل اقلیت‌ها اشاره نمی‌کنند، در حالی که این اقلیت‌ها نزدیک به 10 میلیون نفر از جمعیت بنگلادش را تشکیل می‌دهند. علاوه بر کشته و زخمی شدن معترضان در جریان اعتراضات اخیر، تعداد نامشخصی نیز بازداشت شدند.